به نام خدا. توی این ویدیو قصد دارم که نحوه اینکه چجوری تصاویر ماهواره‌ای مختلف رو که رایگان هستن دانلود بکنید و باهاشون کار بکنید رو خدمتتون آموزش بدم. یه سری حالا ممکنه ابزارها نیاز داشته باشید که طی ویدیو من اونها رو خدمتتون خواهم. اولین چیزی که نیاز دارید این هست که یه نرم افزاری که قابلیت پردازش تصاویر ماهواره‌ای داشته باشه رو دانلود بکنید. یکی از بهترین این نرم افزارها نرم افزار MV هست. میتونید مثلا همین دانلود نرم افزار MV رو توی گوگل سرچ بکنید. لینک های مختلفی براتون میاره که اگر این لینک ها رو واردش بشید میتونید آخرین ورژن نرم افزار رو دانلود بکنید. ممکنه یکی دو گیگ حجمش باشه. روش های نصبش هم هست که توی این سایت حالا مرحله به مرحله گفته که چجوری نصب بکنید و در واقع کرک بکنید نرم افزار رو. یا این هم یک لینک دیگه که نرم افزار انوی نسخه 5.3 رو گذاشته برای دانلود که میتونید اینها رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. حالا بهتون خواهم گفت که بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردید فضای نرم افزار به چه صورت هست و چجوری میتونید با اون کار رو. گزینه قسمت بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم این هست که تصاویر ماهواره‌ای رو از کجا دانلود بکنید. ببینید کلا ما دو تا ماهواره لندسات و سنتینل از مهمترین ماهواره‌هایی هستن که هم تصاویرشون به صورت رایگان وجود داره و هم اینکه خب به لحاظ اهمیت هم اهمیت خیلی بالایی دارن. برای اینکه ماهواره لندسات رو تصاویرش رو دانلود بکنید سایت USGS Earth Explorer میتونید برید. اینجا اولین گزینه‌ای که میاره Earth Explorer هست، مال سایت زمین‌شناسی آمریکا. واردش که بشید یه همچین صفحه‌ای هست که ویژگی حالا اطلاعات مختلف رو از شما میگیره تا داده رو بهتون بده. اولین کاری که باید بکنید این هست که لاگین کنید. اگر حساب کاربری نداشته باشید اول یه حساب کاربری میسازید، یه سری از اطلاعات رو میدید، بعد نام کاربری و کلمه عبور رو ساین این میشید داخل سایت. بسیار. بعد از اینکه اینجا ساین این شدید حالا میتونید بیاید روی نقشه‌ای که اینجا هست منطقه ای رو که دوست دارید، هر منطقه ای رو که دوست دارید رو انتخاب بکنید. مثلا من میام که بدونم مثلا این قسمت، حالا میتونید بیاید روی ایران اصلا مثلا یه قسمتی، حالا فرقی نداره، مثلا شهر قم. هر جا شما برید این نقشه این زیر با جزئیات بالا نشون میده که چه منطقه‌ای رو میخواید دیتاش رو بگیرید. باید مشخص بکنید منطقه‌تون رو. حالا من اگر اینجا اینجوری میتونم یه محدوده رو مشخص بکنم که اینجا این محدوده میاد، یا اینکه میتونم یه نقطه رو مشخص بکنم مثلا بگم اینجا. مثلا اینجا با توجه به اینکه عرض تصاویر زیاد هست، نزدیک 180 کیلومتر هست، منطقه وسیعی رو پوشش میدن. بعد از اون میتونید تاریخ اخذ تصویر رو مشخص بکنید، میتونید هم اینا رو بذارید برای مرحله بعد. توی قسمت دیتا سیتس میاید، اینجا داده های مختلفی رو نوشته برای اینکه بخواید دانلود بکنید. میتونید اینجا سرچ بکنید لندسات و خب اینجا سنجنده های مختلف لندسات رو میاره، سری های مختلف، لندسات 1 تا 5، 4 تا 5، لندسات 7، لندسات 8، داده های سطح پردازش 1 و داده های سطح پردازش 2. ما سطح پردازش 2 رو انتخاب میکنیم. این قسمت خودش داده رو انتخاب کرده. میریم توی قسمت results
اینجا دیگه تصاویر رو برای ما میاره که آماده دانلوده. میتونیم قبلش یه مرحله بیایم عقب توی این قسمت معیارهای مختلف، میتونیم بگیم که مثلا چه معیارهایی داشته باشه. یکی از این معیارها درصد پوشش ابره که میتونیم بگیم مثلا درصد پوشش ابرمون توی تصویر کمتر از 20 درصد باشه. حالا اگر بریم تصاویر دیگه، تصاویری که ابری باشن رو برای ما نمیاره. خب هر کدوم از این تصاویر اینجا تاریخشون نوشته شده، مثلا این 6 جون 2020، اینجا 30 می 2020. اگر این علامت رد پا رو بزنیم نشون میده که تصویر از کجا اخذ شده. میبینید این محدوده تصویر تقریبا همون 180 کیلومتری که گفتیم از اینجا قومه تا اینور مثلا ملایر، یه محدوده خیلی زیادی تصویر اخذ شده. کج بودنش به خاطر اینه که خب ماهواره توی این مسیر داشته حرکت میکرده، قبلا توضیح دادیم. اگر این عکس این کنار رو بزنید یه پیش نمایشی از تصویر رو نشون میده که تصویر به این شکل هست. یعنی اگر تصویر رو که شما دانلود میکنید یه همچین شکلی داره. اگر زوم بکنید رزولوشن تصویر مشخص هست که به چه شکل. این الان رزولوشنیه که یه تصویر ماهواره لندسات داره. خب هر کدوم از این تصاویری رو که خواستید که اینجا هست، حالا مثلا من اگر این تصویر رو بخوام انتخاب بکنم، این گزینه چرخ رو، همین چرخ خرید رو که بزنیم، این وارد سبد خرید میشه. ببینید الان سبد خرید من شد 1. خیلی خب، برای اینکه حالا بریم مرحله بعد که سفارش رو کامل بکنیم، این میگه که چیزیه که شما سفارش دادید، شما این رو چک اوت میکنید، یه دونه هست، این رو سابمیت اوردر میکنید. یه مقدار زمان طول میکشه تا این تصویر پردازش بشه و آماده دریافت بشه. زمانی که آماده دانلود بشه برای شما یه ایمیل میاد که میگه که خب سفارش شما آماده است. تقریبا یکی دو ساعت شاید طول بکشه، شاید هم کمتر، برای شما میاد و شما میتونید این رو دانلود بکنید. این از این قسمت. فایلی که دانلود میکنید تقریبا باید یه چیزی حدود مثلا 500-600 مگ حجمش باشه که تصویر رو دانلود بکنید. اینجا هم که ویژگی های تصویر رو نوشته که چه ویژگی هایی داره. پس تقریبا فایلی که دانلود میکنید یه 500-600 مگ حجمش خواهد. این از USGS برای دانلود تصاویر ماهواره لندسات. توی مرحله بعد برای اینکه حالا تصاویر ماهواره سنتینل رو دانلود بکنیم، از وبسایت حالا کوپرنیکوس هاب میتونیم استفاده بکنیم یا از سنتینل هاب یوزر. یکی از اینها رو اگر سرچ بکنید، سنتینل هاب یو بروزر یا کوپرنیکوس اوپن اکسس ها، این دوتا در واقع مال سازمان فضایی اروپا هستن که اینجا توی اوپن اکسس ها شما توی این قسمت اوپن هاب میاید. بسیار خب، این صفحه برای شما میاد، دوباره میاید یه منطقه رو میخواید مثلا انتخاب بکنید. البته اینجا هم دوباره باید لاگین بشید، یعنی باید یه یوزر پس بسازید، یه حساب کاربری بسازید. اینجا میتونید بیاید توی فیلترهایی که داده رو میخواید دانلود بکنید، مثلا بگید که تاریخ اخذ دیتا کی باشه. مثلا من میزنم از 1 جون تا امروز که 12 جون هست، توی این 10-12 روز اخیر. مأموریت سنتینل 1 ما نمیخوایم، ما میخوایم سنتینل 2 باشه. اینکه چه سکویی باشه، سکوی 2A باشه یا 2B باشه، ما میخوایم جفتش باشه. چه محصولی باشه، محصول سطح 1، سطح 2 یا سطح 2 اپلیکیشن، که ما این رو مثلا انتخاب میکنیم. این میتونه مثلا درصد ابرمون رو به این شکل بیان بکنیم، مثلا مثلا 20 و به همین شکل. این
توی حالا این چیزی که اینجا باید میزدیم، یه قسمت هم باید اینجا یه منطقه رو بکشیم. مثلا من این قسمت رو انتخاب میکنم، دابل کلیک میکنم، این قسمت میاد و حالا سرچ رو میزنم. یه مدت طول میکشه تا حالا تمام تصاویری رو که توی این محدوده افتادن رو برای شما پیدا بکنه. هرچقدر محدوده سرچتون بزرگتر باشه زمان بیشتری میبره که این رو پیدا بکنه. خب تا این سرچ میکنه من میام این ور روی سنتینل هاب. اگر بخواید که خب اینا بردارم چیزی پیدا نکرد، این به خاطر محدوده تاریخمونه. این تاریخ رو میاریم مثلا میذاریم از یک ماه عقبتر که دوباره پیدا بکنه. خب توی این سنتینل هاب اینجا دیگه دانلود و پردازش تصاویر یه مقدار متفاوته. اینجا شما در لحظه میتونید که همون اتفاقاتی رو که داره میفته رو ببینید. من اینجا دوباره نیاز به یه اکانت داره، من اکانت رو میسازم، یعنی در واقع لاگین میشم. خب حالا ماهواره رو که میخوام انتخاب میکنم، مثلا سنتینل دو تصاویر مثلا سطح دو، درصد ابرم رو مشخص میکنم، بازه زمانی این الان توی یه بازه یک ماه هست، خب خوبه. میام یک محدوده مشخص میکنم مثلا این شکلی، حالا یه قسمت کوچیک رو میگیرم، بعد میگم که برای این محدوده سرچ بکنم. خب میبینید تصاویری که آورد، این تصاویر اینا هستن و اینم چیزایی که در واقع نتایجی هست که اینجا پیدا کرده. درصد ابرش رو میبینید اینجا 1.1%، اینجا 9.6%. بعد روش که میریم مشخصه که این کدوم یکی از تصاویر، تصویر راسته یا تصویر چپ. میتونید مثلا چه بدونم من الان این رو انتخاب بکنم، ویژوالایز بزنم، میاد اینجا تصویر رو نشون میده. بیام این و خب اینجا همچنان پیدا نکرده. این رو بر میداریم، فکر کنم به خاطر اینه. این رو باید بذاریم دو، دوباره سرش بکنه، برمیگردیم. بسیار خوب، میبینید این تصویری هست که از این قسمت اخذ شده. البته این یه موزاییکی از چند تا تصویره که اینقدر بزرگ داره دیده میشه. اینجا میتونید یه سری محصولات مختلف رو ببینید که اگر اینها رو حالا سرعت اینترنت خوبی داشته باشید، این بالا میبینید داره لود میشه، این خط سبزی که اینجا داره پر میشه، این وقتی که کامل بشه این تصویر رزولوشنش به بهترین کیفیت میرسه. وقتی که کامل شد شما میتونید مثلا حالا این تصاویر مختلف رو ببینید و با اینها کار بکنید، یا میتونید اینجا تغییر بدید روی رنگ تصاویرتون. مثلا من بیام الان همین رو انتخاب بکنیم، خب اینجا هم تصاویر رو پیدا کرد.
توی این قسمت شما نمیتونید تصاویر رو راحت تر دانلود بکنید، میتونید یه حالا اون چیزی رو که داره دیده میشه دانلود بکنید، ولی اینجا میتونید قشنگ فایل تصاویر رو بگیرید. میبینید من هر کدوم از اینها رو که میرم مشخصه که کدوم تصویر مال اینهاست. اگر مثلا این رو بزنم، گزینه دانلود رو بزنم، تصویر به راحتی میاد که بلافاصله برای من دانلود بشه. خب حالا من این رو دانلود میکنم. ببینید حجمش 1.1 گیگ هست، تقریبا حجم فایل هاش به همین اندازه است. حالا باید اگر سرعت اینترنتتون خوب باشه راحت تر میتونید تصاویر رو دانلود بکنید. همین قسمت این همچنان نیورده. اوکی، سب میکنیم تا این بیاد. اینجا این رو باید کنسلش کنیم که سرعتمون رو نگیره و برای یه باز یه سرویس دیگه هم هست که بده. نه همین کافیه. پس اینجوری دیدیم که میشه تصاویر رو دانلود کرد. حالا برای اینکه تصاویر رو توی نرم افزار MV ببینیم، اینجا ببینید MV رو که نصب بکنید چند تا نرم افزار مختلف رو برای شما نصب میکنه. چیزی که من حالا باش راحتم MV کلاسیک هست. این MV کلاسیک رو اگر بزنید این صفحه میاد و کل نرم افزار توی یه همچین بخشی داره نشون میده تو قسمت فایل. حالا اون تصاویر رو که دانلود کردید من الان ندارم. تصاویر رو که دانلود کردید اکستراکتشون میکنید، در قالب فایل زیپ هستن، اکستراکتشون میکنید، میاد توی این قسمت اوپن ایمیج فایل. مثلا یه سری حالا تصویر میبینید با فرمت تیف و اینا، روشون که دابل کلیک بکنید به این شکل تصاویرتون باز میشه. روی اینها بزنید میتونید تصویر رو ببینید که مثلا باندهای مختلفش رو ببینید. ببینید الان من دارم باندهای مختلف رو میبینم. حالا شما همین کار رو بکنید و برای اون تصویری که از منطقه دلخواهتون دانلود کردید با توجه به اینکه چه ماهواره‌ای هست ببینید باندهاش، هر باند داره چه چیزی رو نشون میده و میتونید اون رو ببینید. حالا در مورد ترکیب باندی که قبلا صحبت کردیم، ببینید مثلا ترکیب باندی 4-3-2 رو اگر ببینیم یا 3-2-1. خب ببینید این ترکیب باندی ترکیب رنگی طبیعی در واقع اشیا همون رنگی که هستن توی طبیعت داره دیده میشه. باند 3 باند قرمزه، من دادمش به قرمز. باند 2 باند سبزه که دادمش به سبز و باند 1 هم باند آبیه که دادیمش به آبی. حالا اگر این ترکیب باندی رو ما جابجا بکنیم، یعنی اینکه مثلا به جای 3-2-1 وصل کنیم 1-2-3، ببینید رنگ تصویر فرق کرد. یا حتی بیشتر اگر 4-3-2 بزنیم ببینید دیگه کلن گیاه‌ها به رنگ قرمز شدن. اینو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم به خاطر باند مادون قرمزه. یا اگر مثلا ترکیب باندی های مختلف رو میتونیم اینجوری بسازیم که هر کدوم از این ترکیب باندی ها یه چیزی رو داره نشون میده که شما میتونید اون رو بررسی بکنید. این کار رو انجام بدید حالا به عنوان دستگرمی تا حالا جلسات آینده بیشتر با تصاویر ماهواره‌ای کار بکنید. موفق باشید.